این هفته میخوایم ببینیم آیا فناوری میتونه دنیا رو نجات بده؟ و غیر از این، در مورد سوپ پلاستیکی، جزیره‌های خورشیدی و خودروهای بازیافتی هم صحبت میکنیم. به زمین حمله شده از جانب ما آدم ها. مایی که هر چی در دل زمین بوده بیرون کشیدیم، آبها رو آلوده کردیم و هوا رو مسموم. و طبیعت هم به مقابل برخاست. چند وقت پیش سران کشورهای جهان در همایش اقلیمی سازمان ملل در لهستان گرد هم آمدند. دستور کار بررسی تازه ترین گزارش هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی بود. طبق این گزارش، بشر همچنان در کند کردن گرمایش زمین ناموفق بوده. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. اما بعضی از قدرتمندترین شخصیت‌های جهان این حرف رو قبول ندارن. I don't believe it. باورش نمی‌کنن. به رغم تمام مدل‌های دقیق علمی و هشدارهای فزاینده از سوی تقریباً تمام جامعه علمی جهان. از خسارتی که هر سال بیمه بابت هیدرومت پرداخت میکنه میشه ابعاد ماجرا رو فهمید. صدها میلیارد دلار در سال این اتفاق داره میفته و در نهایت اونقدر آدمهای مختلف دچارش میشن که دست به کار میشن. نکته اینجاست که از همین حالا هم میتونیم دست به کار بشیم. میتونیم انرژی کمتری مصرف کنیم. کلن کمتر مصرف کنیم. هرچی کمتر مصرف کنیم، کمتر دور میریزیم. درباره اینکه روزانه چقدر زباله تولید میشه و چقدر آشغال دور میریزیم، کلی شنیدیم و کلی هم خوندیم، اما آدم تا با چشای خودش نبینه، ابعاد قضیه رو متوجه نمیشه. محتوای سطل‌های زباله بازیافتی رو به همچین جایی میارن. اینجا زباله ها رو تفکیک می کنند. شیوه کار کاملا مکانیکیه، یعنی تکه ها رو بر اساس اندازه و شکل جدا می کنند. تکه های کوچکتر و سبکتر کاغذ میرن بالا و تکه های کوچک ولی سنگین از لابلای چرخ ها عبور می کنند و می افتن پایین. اشیاء بزرگتر و سنگین تر غل می خورن و میان پایین این شیب جمع می شن. سرعت این فرایند حیرت انگیزه. این مرکز می تونه روزی 230 تن زباله رو تفکیک کنه، یعنی حدود 30 تا کامیون، که البته در مقابل چیزی که دور می‌ریزیم هیچی نیست. مشکل اینجاست که خیلی از ما پلاستیکامون رو جدا نمی‌کنیم که بیاد اینجا و تازه همه اونهایی که میاد اینجا هم قابل بازیافت نیست. واقعیت اینه که بیشترمون پلاستیکو میندازیم تو سطل زباله، دیگه خیالمون راحته، وجدانمون هم آسوده است. اما در عمل موضوع پیچیده‌تر از این حرف هاست. این بار می‌ریم سراغ کسانی که با این موضوع خیلی جدی‌تر از این حرفا برخورد می‌کنند. ماجرای یه شب که داشتیم شام آماده می کردیم شروع شد. اول گفتیم ببینیم میشه تو خونه هیچ چیز زباله تولید نکنیم که حداقل ما به این معضل جهانی دامن نزنیم. در نهایت اگه من مصرف کننده و مصرف کننده های دیگه از این نخرن، تولید کننده هم دیگه تولید نمی کنه. گفتم خب با زباله پلاستیکی چی کار میشه کرد؟ میشه چیزی باهاش ساخت؟ یه چیزی که اسباب بازی یا مجسمه یا یه چیز بامزه نباشه، یه چیز مفید باشه. همه میگفتن نمیتونین، شدنی نیست. لیزبت و ادوین، دو آدم عادی با بلند پروازی غیر عادی.
این زوج 3 سال مشغول طراحی و ساخت یک خودروی خورشیدی بودند که تقریباً به طور کامل از پلاستیک توی سطل زباله ساخته شده. وقتی میگیم خودرو، منظورم خودروی سواری که باهاش توی خیابونای صاف و تمیز هلند بری نیستا. منظورم خودرویی که در سخت‌ترین شرایط هم کار میکنه، حتی در قاره جنوبگان. این زوج میخوان 2400 کیلومتر از یخچال یونیون تا قطب جنوب برن و برگردن. اونم با این خودرویی که از زباله ساخته شده. میخوان نشون بدن که چه اسرافی میکنیم که این همه پلاستیک دور میریزیم. یه جور دیگه هم میشه به زباله نگاه کرد. زباله آشغال نیست، ارزش داره، ماده خامیه که تازه اول چرخه کاربریشه، نه آخرش. این ماده اولیه‌ایه که کاوشگر خورشیدیمون رو باهاش ساختیم. بچهای دبستانی تو مدرسه جمع میکنن. اسمش رو گذاشتیم معدن شهری. خودشون پلاستیکا رو بر اساس نوع دسته‌بندی کردن و تمیز کردن و ریز ریزش کردن. تازه هی از ما میپرسیدن این خوبه؟ راضی این؟ تا حالا چند تا جمع کردی؟ یا میگفتن چه قشنگه؟ اتفاقی که میفته اینه که به مرور به این مواد دلبستگی پیدا میکنن، چون دیگه به عنوان زباله نمیبیننش. به چشم ماده خامی که قراره بشه کاوشگر خورشیدی بهش نگاه میکنن. بریده های پلاستیک رو ذوب میکنند و ازش برای چاپ سبودی مفتول میسازند. 30 تا از این دستگاه ها 6 هفته بیوقفه کار میکردند تا 4000 قطعه رو چاپ کنند. قطعهایی که مثل پازل سبودی روی هم و کنار هم سوار میشن و پوسته، بخش داخلی و تریلر کاوشگر خورشیدی رو میسازند. اینها فقط مال بخش های تختشه. تکه های دیگه هم هست که باعث میشه دستمون باز باشه و هر جور شکلی بسازیم. برای سنجش دوام کاوشگر ماه آوریل باهاش رفتند ایسلند. به نظر کند میاد، واقعا هم کنده. 4 کیلومتر در ساعت بیشتر نمیره، ولی برنامه اینه که تمام ساعات روشنایی در جنوبگان رو حرکت کنند، که این موقعی سال یعنی همه 24 ساعت. در نتیجه به نوبت کاوشگر رو در یکی از سخت‌ترین سرزمین‌ها هدایت می‌کنند. 3 ساعت لیزبت، 3 ساعت ادوین. از روی این داده‌ها میشه جای شکاف‌ها رو فهمید. البته این داده‌ها مال حدود 1 سال پیشه، ولی محدوده شکاف‌ها همیشه ثابته. ممکنه 10-15 متر جابجا شده باشه، ولی اون رو هم چند روز قبل از اینکه برسن به اون ناحیه میتونم بهشون بگم. هنک یانس عملیات رو از مقرشون در هلند هدایت میکنه. وضعیت آب و هوا رو ارزیابی میکنه. واقعیت اینه که آب و هوا هم میتونه به خطرناکی شکاف یخ ها باشه. یخ زیاده، بنابراین نباید مشکلی داشته باشه. چهارشنبه 28 نوامبر کاوشگر خورشیدی به پایگاه اول رسیده. بعد از سالها تمرین عملیات واقعی شروع شده. داریم میریم سمت قطب جنوب. سرعتمون حدود 2.5 گره دریاییه یا 4.5 کیلومتر در ساعت. بی نظیره، محشره، واقعا عادی. رفت و برگشت حدود 40 روز طول میکشه. یعنی لیزبت و ادوین قاعدتا باید قبل از کریسمس برگشته باشن. اونم چه کریسمسی؟ درصد سطح کره زمین اقیانوسه و با این حال بیشترمون اصلا نمیدونیم اون زیر چه خبره. برای اینکه یکم بیشتر بفهمیم اومدیم نروژ، که به لحاظ طول ساحل در دنیا رتبه دوم رو داره و از اون مهمتر اینکه نروژ در فناوری‌هایی که به پاکی و سلامت دریاها و حفاظت از کره زمین کمک میکنن در دنیا پیشتازه. محشره، باورم نمیشه برای کار اومدم اینجا. ولی چیزی که الان قراره ببینیم احتمالاً از اینم بهتره.
موضوع فقط منظره نیست، اصل داستان زیر آبه، اونم نه ماهی ها و گیاه های زیر آب. قرار چیزایی رو ببینیم که جاشون اونجا نیست. قرار پهپاد زیر آبی بلو آی رو امتحان کنیم. این پهپاد مدتی به تولید انبوه هم رسیده و باهاش میشه بدون عینک غواصی راحت زیر آب رو نگاه کرد. تصویری که از بلو آی میگیریم هم حیرت انگیزه هم تأسف بار. آدم باورش نمیشه زیر اون سطح آبی بی نقص چه خبره. در نروژ کوسه هایی داریم که در شب می درخشن. واقعا قشنگه. اینجا فکر کنم 5 تا 10 نوع حلزون مختلفم پیدا کردم. ولی کنار این همه زیبایی کلی زباله هم هست. تصورم اینه که اگه مردم ببینن چقدر آشغال کف اقیانوس ریخته وحشت می کنن. مردم قایق کهنه‌شون رو میارن اینجا، کفش رو سوراخ میکنن که بره پایین، یا حتی ماشینشون رو. اینجا جزو معدود جاهاییه که در زمستون کاملا یخ میزنه. ماشین یا حتی وانتشون رو میارن اینجا ول میکنن. یخ که آب شد ماشین هم میره پایین. شطور دیدی ندیدی. پهپاد از زیر آب به طور زنده به گیرنده روی قایق تصویر میفرسته. کسی که کنترلش میکنه میتونه میزان نور، جهت حرکت یا تنظیمات دیگه دوربین رو هم تغییر بده. خب الان کامل زیر آبه. تصویر بلو آی رو میشه روی موبایل، تبلت یا عینک‌های دیجیتال دید. هرچند به نظرم حیف آدم این چشم‌انداز زیبا رو نبینه. منتها تعریف بلو آی همینه، یعنی هدف اینه که هر کس هر جا که هست بتونه زیر آب رو مشاهده کنه. من واقعا فکر میکنم اگه میخواین مردم به فکر اقیانوس باشن، باید کاری کنین که به اقیانوس علاقه‌مند بشن. هم اینجا، هم اینجا. منظورم اینه که برای اینکه مواظب اقیانوس باشی، باید بهش احساس داشته باشی. به همین خاطر اگه کف اقیانوس رو به مردم نشون بدی، متوجه میشن که اون پایین چه خبره و انگیزه پیدا میکنن که برای حفظش یکم زندگیشون رو تغییر بدن. در سواحل نروژ فناوری‌ها و ابداعات زیادی آزمایش شده و به بهره برداری هم رسیده. همین قایقی که باهاش سفر کردیم پر از حسگره. از دما و عمق آب اندازه می‌گیرن تا خاصیت اسیدی و جریان‌های زیر آب. اگر نشانه‌ای از حیات هم باشه ثبت می‌کنن و طبعاً تمام این داده‌ها ذخیره و تحلیل میشه. همه این فناوری‌ها کمک می‌کنن زیر آب رو بهتر ببینیم و وضعیت رو بهتر کنیم. ولی واضحه ما آدم‌ها هم باید رفتارمون رو تغییر بدیم. اینم از لارا در نروژ. اما برگردیم به مرکز بازیافت. چیزی که میدونیم اینه که بازیافت پلاستیک اینجوری نیست که ذوبش کنی و خلاص شی. بطری شیر یه جور پلاستیکه، بطری نوشابه یه جور، ظرف ماست هم یه جور دیگه. همه اینها باید از هم جدا بشن. روششون برای جدا کردن انواع پلاستیک با سرعت بالا واقعا جالبه. همه پلاستیک های روی نقاله میرن پایین. بیشترشون از اون ته میافتن، ولی درست بالای شکاف دیدنده های نزدیک به مادون قرمز کار گذاشتن که دنبال بعضی پلاستیک های خاصه. اگه چیزی از اون نوع پلاستیک ببینه با آب بهش شلیک میکنه، پرتش میکنه هوا. در نتیجه اون قطعه از روی شکاف رد میشه، میفته توی ظرف مخصوص. خیلی هوشمندانه است. شرکت فنلاندی زن روبوتیکس داره روی این فناوری کار میکنه. دارن بهش حسگرهای سه‌بعدی، دوربین‌های با وضوح بالا، فلزیاب و هوش مصنوعی اضافه می‌کنند. دستگاه هبی پیکر تعداد زیادی از مواد مختلف رو با دقت بالا تشخیص میده. حقیقت تلخ اینه که مراکز بازیافت زباله بخش بزرگی از پلاستیک رو رد می‌کنن برای اینکه امکان استفاده مجدد ازشون نیست. اما شرکتی در سیلیکون ولی هست که ادعا می‌کنه می‌تونه پلاستیک‌ها رو طوری خرد کنه که دوباره وارد اقیانوس نشن. گزارش ببینیم از دیو لی. ماجرا از این تکه های پلاستیک شروع میشه. میریزینش توی این، بعد یکم اینجا همش میزنین، دست آخر میشه این یا این. اگه دانشش رو داشته باشین آسونه. یه بار دیگه از اول میگم. اسم این شرکت بایو سلکشنه. یه شرکت کوچیکه که داره روی پروژه‌ای کار میکنه که ممکنه شیوه بازیافت رو کاملا زیر رو کنه. مؤسسین شرکت دو جوونن. اونا میخواستن یه کاری بکنن در مورد اینها. معضل عظیم و بحران غیر قابل تصور پلاستیک در جهان.
آدم ها فکر میکنن همین که زباله رو انداختن توی کیسه آبی تمومه، ولی مسئله اینه که وقتی زباله رو بازیافت میکنی، در بیشتر موارد چیزی که باش میسازی اونقدر نمیارزه که کل فرایند رو توجیه کنه. در نتیجه آخرش همه رو چال میکنن. یعنی به هر حال همه رو چال میکنن. و تمرکز بایو سلکشن روی همین موضوعه. اون پلاستیک نازکی که توی بسته‌بندی روی غذا میکشن، حتما دیدین. این پلاستیک از همه پلاستیک ها بیشتره و از همه کمتر بازیافت میشه. این پلاستیک در واقع یه زنجیره خیلی بلند کربنیه، درسته؟ یعنی کربن، 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 هزاران اتم کربن. کاتالیزوری که ما ساختیم این زنجیره رو به مولکول‌های کوچیک‌تر دلخواه تقسیم می‌کنه. وقتی میگم کوچیک، یعنی زنجیره هزاران کربنی رو می‌کنه زنجیره با 4 کربن. و این محصولی که تولید میشه چیز بسیار ارزشمندیه. طبیعتاً حاضر نبودن کل فرایند رو به ما نشون بدن. ولی محصول نهایی کارشون یه ماده شیمیایی واسطه است که باهاش مواد دیگه‌ای مثل نایلون می‌سازن. باهاش اجزای الکتریکی هم میشه ساخت. بایو سلکشن اولین شرکتیه که تونسته از ورقه نازک پلاستیک چنین چیزی بسازه. کل فرایند چند ساعت طول می‌کشه. بعد چند ساعت میشه این. به این میگیم بازیافت با کیفیت بهتر یا آپسایکلینگ. و دقیقا همون چیز رو درست نمی کنیم. چیز دیگه ای درست می کنیم که ارزشمندتره و از قضا می تونه جایگزین نفت بشه. انگار به جای نفت از دورریز پلاستیک استفاده می کنیم. عجب. البته هنوز خیلی راهه تا این کار آزمایشگاهی به جایی برسه که حتی بتونه یه گوشه از کوه پلاستیکی رو که هر سال توی زمین چال میشه بازیافت کنه. ولی برنامه‌شون اینه که این فرایند رو به یه جایی برسونن. چجوری میخواین این طرح آزمایشگاهی رو در ابعادی که بحران جهانی پلاستیک رو حل کنه اجرا کنین؟ برنامه‌مون اینه که دستگاهی بسازیم که این ماده رو با بازدهی معقول فراوری کنه. دستگاه رو میبریم جاهای مختلف و محصول فرایند رو برمیگردونیم به یه جای مرکزی که اونجا اونقدری که میخوایم خالصش کنیم. تا حالا 3 میلیون دلار برای پروژهشون پول جمع کردن که البته در سیلیکون ولی پول خورده، ولی اگه طرحشون موفق بشه واقعا اتفاق بزرگی خواهد بود. باور عمومی بر اینه که جایگزین کردن اینو پلاستیک با پلاستیک‌های غیر قابل تجزیه میتونه به حل آلودگی محیط زیست کمک کنه. مریم کیانی در گفتگو با پروفسور تجلی کشاورز، استاد بیوتکنولوژی، صحت این مسئله رو بررسی میکنه. جناب پروفسور کشاورز، من وقتی که زباله‌هامو در مبدأ تفکیک میکنم و پلاستیک‌ها میریزم تو سطل زباله قابل بازیافت، فکر میکنم دیگه حل وظیفه‌مو نسبت به مسئله محیط زیست انجام دادم. ولی واقعا به سر این پلاستیک‌ها چی میاد؟ خب این پلاستیک‌ها اگر که به طور دقیق تفکیک شده باشن میرن در اون مسیری که برای بازیافت قرار میگیرن، ولی معمولا اینطور نیست. بعضی مواد باهاشون هست که اینا رو نمیشه کاری کرد، بنابراین اونا خودشون کنار گذاشته میشن. پس اون درصدی که شما فکر میکنین که درصد بازیافتیه کمتر خواهد بود. در حد دنیا به طور کلی حدود 55% دفن میشن یا در فضای آزاد قرار میگیرن که اینا خودشون هر کدوم یک سرنوشت متفاوتی پیدا میکنن. حدود 20% سوزونده میشن یا 25% سوزونده میشن و حدود 20% در حد اون بازیافتی که شما اشاره کردین قرار میگیره. به عنوان دانشمند در زمینه بیوتکنولوژی، روش‌های جدیدی که تکنولوژی ارائه می‌کنه برای حل مشکل بازیافت پلاستیک چه چیزایی هستن؟ یکی در جهت تجزیه پلاستیک‌های سنتی و یکی در جهت ساختن پلاستیک‌های نسبتاً جدید. برای تجزیه کردن پلاستیک‌های سنتی یک روش جدیدی که پیدا شده استفاده کردن از میکروب‌هاست. برای اینکه پلاستیک ها رو تجزیه کنیم، پلاستیک های سمج رو تجزیه کنیم، احتیاج هست که میکروبا بچسبن به این پلاستیک ها. برای این کار اینا احتیاج به یک آنزیم هایی دارند که سطوح پلیمر ها رو فراهم کنه برای این کار. در زمینه پلاستیک های جدید، خب اینجا پلاستیک هایی رو میسازن که خودشون قابلیت تجزیه شدن دارن، در این حال که میتونن شرایط مشابه پلاستیک های سنتی رو داشته باشن. اشکالی که اینجا هست قیمت پوله، یعنی از نظر اقتصادی خیلی مشکله که اینها رو در مقادیر وسیع تولید کنن.
ولی خب در زمینه بازیافت من فکر می‌کنم به شخصه دارم وظیفه‌مو اینجا انجام میدم. خیلی از کسایی که تو انگلیس هستن دارن وظیفه‌شون رو برای بازیافت انجام میدن. آیا این کافیه؟ مثل این هستش که ما در کره خاک در یک دهکده زندگی میکنیم. در اینجا اینطور نیستش که مرزی باشه. رودخونه ها به عبارتی برای رفتن پلاستیک مرز ندارن. پلاستیک ها ویزا نمیخوان. در اینجا توسط باد، توسط آب به جای مختلف میرن. بنابراین یک کشور در حال توسعه که چندون بازیافت نمیکنه، این موادش به جاهای دیگه هم سرایت پیدا میکنه. بنابراین مسئله یک مسئله جهانی. یک مرحله اینه که دولت‌ها قوانین رو بذارن که این قوانین جهت بده برای افراد که چطور عمل بکنن. یه نکته دیگه موضوع آموزش به کودکان و نوجوانانه و اینها باید یاد بگیرن. نقش بسیار مهمی دارن. فقط ما باید در جنبه‌های مختلف بازدهی رو بالا ببریم. بازدهی میکروب‌ها و آنزیم‌هاشون باید بالا بره. بازدهی سیستم‌های بازیافتی رو باید بالا ببریم و همینطور در زمینه فرایندهایی که اینو به هم مربوط میشن باید این بازدهی رو بالا ببریم. پیش‌بینی‌های آب و هوا بر مبنای داده‌های قطعی انجام میشه. داده‌هایی که بعضن صدها سال قدمت دارن. در مرکز ملی پژوهش‌های جوی در ردینگ، ابزار قدیمی و جدید هواشناسی دوش به دوش هم کار می‌کنند. دلیل اینکه هنوز از این ابزار قدیمی استفاده می‌کنند، یک دستی در اندازه‌گیریه. یعنی اعدادی که امروز می‌خونن دقیقاً به همون شیوه‌های حاصل شده که 100 یا 150 سال پیش می‌شد. سوپرکامپیوترها داده‌های سال‌های گذشته دریا، یخ و گرد و غبار رو پردازش می‌کنند که آب و هوای هر سال رو شبیه‌سازی کنند. حالا که مدلشون به جایی رسیده که اون چه رخ داده بود رو به درستی بازسازی کنه، پژوهشگران دارن محیط رو تغییر میدن که ببینن چی میشه. به زبون ساده دمای یه ور زمین رو توی این مدل سازی میارن پایین تا ببینن اون طرفش چند تا گردباد ایجاد میشه و با این روش برای حوادث آماده‌تر خواهند بود. از جای قبلی اومدیم سمت غرب نروژ به منطقه‌ای به نام اوس. اینجا عجیب آرومه، واقعا زیباست، ولی یکم اون طرف‌تر موج‌هایی میاد که ارتفاعش به 3 متر میرسه. ما هم داریم میریم همونجا. قرار از جزیره‌ای بازدید کنیم که کلش پوشیده از صفحات سلولای خورشیدیه. سازنده‌هاش میگن شرایط جوی هر چی باشه مشکلی نداره و کار میکنه. او خیلی ممنون، رسیدم. واقعا داریم روی آب راه میریم. این صفحه ها قطعا اولین صفحه های خورشیدی شناور نیستن. تازگی این طرح در بافت پارچه پلیمریه که به کار رفته. ماده ای ساختن که نسبتا ارزونه، در شرایط مختلف آب و هوایی مقاومه و به راحتی تولید انبوه میشه. میگن ممکنه یه نمونه بزرگتر اندازه زمین فوتبال نزدیک استوا بسازن. این پارچه طوری ساخته شده که در مقابل باد و بارون و یخبندون مقاوم باشه. این حفاظهایی که لبه‌هاش کار گذاشتن جلوی ورود آب دریا رو میگیره. من وسط آب جمع شده از بارون دیشب ایستادم. وگرنه سطحی که روش هستم ضخامتش کمتر از 1 میلیمتره. و واقعا میشه سطح آب رو احساس کرد. واقعا سخت میشه تعادل رو نگه داشت. جنس این پارچه از پلی‌استره که با استر پلیمتری پوشیده شده. ویژگی این پلیمر اینه که در عین سبکی بسیار محکمه، بنابراین دقیقاً به درد نسل در چنین جاهایی میخوره. فکر میکنم در آینده نچندان دور بتونیم سیستمی طراحی کنیم که با مجموعهای خورشیدی روی سطح زمین قابل مقایسه باشه و این اتفاق مهمی برای صفحه های شناور خواهد بود. به خاطر اینکه یهو سطوح بسیار گسترده‌ای خواهی داشت نزدیک گروه های مصرفی بزرگ که روشون انرژی تجدیدپذیر ارزون تولید میکنیم. دو نکته هست که گسترش این فناوری رو ممکن میکنه. اول اینکه بخش کوچکی از سطح وسیع دریاها براش کافیه و دوم اینکه آب خودش صفحه ها رو خنک میکنه. انرژی خورشیدی این نیروگاه کوچک در یک مرکز پرورش ماهی استفاده میشه. جزیره خورشیدی رو دقیقاً اندازه‌ای ساختن که تابستون‌ها به میزان لازم برق تولید کنه. با فرض اینکه هوا هم خوب باشه. بقیه طول سال با گازوئیل برق تولید میشه که همین نشون میده این فناوری چقدر به لحاظ محیط زیستی مفیده. تخمین کارشناس ها اینه که جزیره ای به این اندازه اگه حوالی لندن روی آب ساخته بشه برق 20 خانوار معمولی رو تامین میکنه. اگه اندازه زمین فوتبال باشه برق 200 خانوار رو تامین میکنه.
طبعا اجرای چنین پروژه‌ای سرمایه عظیم میخواد. بنابراین مراحل بعدی کار احتمالاً پیچیده تر خواهد بود. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.